سلام و درود بر شما. برنامه هفت روی هفت رو از این لحظه تقدیمتون میکنیم. هفته گذشته شاهد تحولات مختلفی در میهنمون بودیم. روز پنجشنبه محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایرانی درگذشت و به دنبال اون شاهد برپایی تظاهراتی در تهران و در شماری از شهرهای دیگر میهنمون بودیم. همچنین سلسله ای از اقدامات امنیتی رژیم در شهرهای مختلف برای مقابله با زنان به بهانه آخوندساخته بدحجابی رو شاهد بودیم و به دنبال اون صحبت‌هایی که سرکردگان نظامی رژیم درباره تشکیل ارگان‌ها و گردان‌های مختلف اون هم در شهرهای میهنمون می‌کردن. علاوه بر اینها در پهنه کرونا از یک طرف هفته گذشته وضعیت قرمز و بحرانی کرونا تقریبا همه استان‌ها رو در بر گرفته بود و همزمان در آخر هفته هم اعلام شد که خامنه ای دستور داده که همه امکانات بیمارستان های نیروهای مسلح رژیم در خدمت مقابله با کرونا قرار بگیره. روز پنجشنبه هم شاهد بودیم که آمریکا 18 بانک دیگر رژیم رو تحریم کرد که از این به عنوان یک ضربه سنگین به سیستم مالی رژیم اسم برده میشه. میخوایم در فرصتی که در این برنامه داریم به این موضوعات بپردازیم و ببینیم که سمت و سوی تحولات در این پهنه ها چه خواهد بود. با ما در این برنامه همراه باشید. دوستان، در برنامه این هفته باز هم در خدمت آقای علی خدایی صفت هستیم. ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی ممنون که در این برنامه شرکت کردید. سلام میکنم خدمت شما و هم میهنان عزیز و همچنین تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون از شما. همچنان که در مقدمه گفتم، شب گذشته شاهد تجمع گسترده‌ای بودیم در تهران و تعدادی از شهرهای میهنمون بعد از اعلام درگذشت استاد موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان، که خب اینطور که در خبرها بود رژیم با گاز اشکاور و با اقدام به تیراندازی تلاش کرد که با این تجمعات مقابله بکنه. میخواستم در این مورد توضیح بدین که موضوع چی بود و چرا دست به این اقدام زد رژیم. خب ببینید، رژیم فقط به این تجمع حمله نکرد و نمیکنه، به هر تجمعی حمله میکنه، چون از هر تجمعی میترسه، وحشت داره که هر تجمعی تبدیل بشه به حرکتی در راستای قیام. اخیراً از قضا همین هفته، توی همین هفته بود که تجمعی بود درست اون سر تیل. اگر این تجمع برای سوگواری بود، اون تجمع برای شادی بود بعد از مسابقه فوتبال. به این تجمع هم حمله کرد، گاز اشکاور شلیک کرد در تهران در بعضی از نقاط. خب چرا؟ چون از هر تجمعی وحشت داره، کما اینکه دیدیم همین تجمع دیشب که شما اشاره کردید، از توش شعار مرگ بر دیکتاتور در اومد. خب خود رژیم میدونه که به دلیل اون شرایط انفجاری که در جامعه وجود داره، هر تجمعی میتونه به چنین نقطه خط بشه و براش خیلی خطرناکه. بله، بعد از اعلام خبر درگذشت استاد محمد رضا شجریان، انتظار میرفت که صبح جمعه، یعنی امروز، در بهشت زهرا که مراسم نماز قرار بود برگزار بشه، تجمعی صورت بگیره، اما ظاهرا چنین تجمعی صورت نگرفت. میشه در این مورد توضیح بدین که علت چی بود؟ از قضا اونم در همین راستاست، به خاطر اینکه رژیم یقین داشت اگر در بهشت زهرا تجمع گسترده صورت بگیره، که با توجه به اینکه اعلام شده بود در اون نقطه مراسم تشییع و اینا میخواد برگزار بشه و حتما جمعیت زیادی میاد، اگر یه رژیم اجازه میداد که چنین تجمعی شکل بگیره، یقین داشت که این تجمع هم کاملا علیه رژیم خواهد بود، به صورت قیام در میاد و ممکنه یک جرقه‌ای باشه خطرناک که دیگه نتونه جلوشو بگیره. به همین دلیل همه اقداماتو کرد که این برقرار نشه. اولا اعمال نفوذ کرد و فشار بود، کلا برنامه رو عوض کرد و اون مراسم در بهزرا تبدیل شد فقط به یک نماز خوندن و پایان قضیه. ثانیاً راه‌ها رو بست که مردمی که از مناطق مختلف اومده بودن نتونستن به بهزرا برسن، که در فیلمایی که تو شبکه‌های اجتماعی بود اعتراض می‌کردن، می‌گفتن ما کیلومترها راه اومدیم که در این مراسم شرکت کنیم و نذاشتن. همچنین حتی اقداماتی کرد در راستای، اولا نیروی انبوهی آورد، مزدوران گسترده ای رو آورد توی منطقه، توی محل بهشت زهرا، چه با
لباس نیروهای انتظامی و الزامات ضد شورش چه به صورت لباس شخصی، در واقع منطقه رو محاصره کرد. علاوه بر این همزمان از همون دیشب اقداماتی کرد در راستای بستن اینترنت یا انقدر سرعت رو کند کردن که امکان تبادل کلن بیاد پایین. حتی یکی از مؤسساتی به نام نت بلاکس این اعلام کرد که دقیقاً ساعت 19:30 دیشب در تهران از این ساعت اینترنت به شدت کند شد که به خاطر تظاهراتی بود که شکل گرفته. در ارتباط با این اقدامات امنیتی رژیم در این مورد مشخص خب روشنه، کما اینکه در خبرها هم بود من شنیدم که هنوز پیکر استاد شجریان به توس، محلی که قرار اونجا به خاک سپرده بشه، منتقل نشده. تجمعاتی هم اونجا شکل گرفته و مردم اونجا اجتماعاتی داشتن. حالا احتمالاً خبرهای بیشتری در این رابطه خواهد اومد. حتی الان قبل از اینکه بیایم استودیو یک تصویری دیدم، یک کلیپی که اونجا مردم همین رو گفتن، یک نفر اونجا برای مردم توضیح میداد که رژیم از این تجمعات میترسه، به همین دلیلی که به شما میگه برگردین خونه هاتون و به همین دلیلی که امروز نذاشتن مراسم تدفین انجام بشه. حالا این در حالیه که تازه اعلام شده بود که مراسم تدفین فردا یعنی شنبه برگزار میشه. با این حال این تجمع همونطور که شما گفتین شکل گرفته که این نشون دهنده این هست که جامعه هم این آمادگی رو داره که از هر فرصتی استفاده بکنه برای تجمع، و رژیم به همین دلیل خیلی وحشت زده و نگرانه. شما از یک طرف به وحشت رژیم اشاره میکنین و از اون طرف به آمادگی جامعه. الان با این توضیحات آیا میشه نگاهی هم بندازیم به اقدامات امنیتی که رژیم در هفته گذشته صورت داده؟ این رو چطور میشه توضیح داد؟ ارتباطی داره اینا با هم دیگه؟ کاملا مرتبط هست. البته اقدامات امنیتی که رژیم در هفته گذشته تشدید کرده، یعنی دام از خیلی وقت قبل شروع کرده، در واقع از تو مرداد ماه اینطوری که خود سرکردگان پاسداران اینا گفتن شروع کرده، ولی همینطور به نزدیک میشیم به این روزهایی که هست و خبرهاشو میشنویم، این اقدامات تشدید شده. این اقدامات یه سلسله اقدامات مختلف، ولی در دو رشته. در یک رشته از این اقدامات زمینه سازی برای سرکوب بیشتر هست، زمینه سازی برای ارعاب بیشتر هست. مثلا در همین روزهای اخیر قبل از هفته گذشته دو تا از امام جمعه های خامنه ای، یکی در اصفهان یکی در بجنورد، اومدن اعلام کردند و گفتند رسما، حرف خیلی عجیبی، که باید جامعه رو برای زنان ناامن کنیم، که حالا تحت عنوان آخوند ساخته بد حجابی و اینا که میگن که دیگه کسی نتونه. خب ناامن کردن برای زنان روشن یعنی چی دیگه؟ اولا بگیر و ببندها رو باید تشدید کنن، ثانیا اقداماتی شبیه اونچه که 6 سال پیش در همین اصفهان که اون موقع هم امام جمعه اصفهان، امام جمعه وقتش گفته بود، حرفایی زده بود، زمینه سازی کرده بود و اصلا دستورات این داده بود که داستان اسید پاشی های واقعا جنایتکارانه پیش اومد که خب در اخبار اون سالها داستانش رو شنیدیم. خب این یک اقدام، یک سلسله اقدامات. همچنین در این زمینه اومدن یه سری اعلام کردن که ما داریم گردان های امنیتی درست میکنیم. مثلا فرض کنیم در کرمان گفتن 40 گردان درست کنیم برای یک شهر. در تهران اومدن گفتن که همون سپاه ضد محمد که هست به اصطلاح مسئول امنیت تهرانه، اقداماتی درست کرده در جهت شکل دادن گروه ها و یا تیم های محل محور برای حفظ امنیت. در اصفهان در جلسه ای که بود که سرکردگان سپاه و ارتش و اینا بودن، اونجا توضیح دادن که یک پاسداری به نام مجید میراحمدی اونجا گرداننده صحنه بود که این اقدامات رو به صورت تشکیل قرارگاهی در سراسر کشور در استانهای مختلف داریم انجام میدیم. خیلی رسما هم میگن که اقدامات برای تشکیل گردانهای امنیتی و اقدامات مشخص امنیتی. خب اینا به شکل همزمان. شما در صحبت ها اشاره کردین به تشکیل گردان ها توسط رژیم در شهرهای مختلف. من یادم از در خبری که از سرکردگان نظامی رژیم اعلام کرده بود که اگر اشتباه نکنم حدود 40 گردان تشکیل دادن در کرمان. و برای این اقداماتی که الان شما اشاره کردین، الان این سوالی که مطرح است اینه که
چرا یک مقام امنیتی، یک سرکرده نظامی رژیم میاد و این آمار رو اعلام میکنه که نقص غرضه؟ بله، این کسی که اینو اعلام کرد پاسدار عطری اسمش، در کرمان، که سرکرده یکی از این لشکرهایی است که به اصطلاح به عنوان لشکرهای سپاه هستش، اومد اعلام کرد که 40 گردان امنیتی در کرمان تا به حال سازماندهی کردیم، یعنی بازم میخوایم بیشتر بکنیم. خب سوال خیلی به این فقط مربوط به کرمانه؟ بله، شهرهای دیگه نه، خیر، فقط شهر کرمان 40 گردان. حالا کرمان در مرز ایران قرار نداره که بگیم فرض کنیم نیروهایی میخوان برای احتمال مثلا خطرات مرزی یا غیره، در مرکز، تقریبا در قسمت‌های جنوبی و مرکزی کشور هست، 40 گردان تشکیل میده و همینطوری که گفتیم همه شهرها. بله، سوال به جاییه از جهت اینکه هیچ وقت منم ندیدم که مثلا یک فرماندهی به خصوص نظامی بیاد اسرار نظامی رو اعلام بکنه رسما، به خصوص آمار و ارقام. آمار و ارقام توی همه ارتش ها و نیروهای مسلح جزء اسراره. خب حالا میاد این کار عجیب میکنه، چرا؟ چون از قضا نیاز به این داره، از قضا معلوم نیست واقعا 40 گردان تونسته باشه سازماندهی بکنه، که قطعا هم چنین چیزی نیست، چون میدونیم که به شدت با مشکل ریزش نیرو و کمبود نیرو هم رژیم مواجهه و حتی در قیام آبان 98 هم دیدیم که خیلی از مناطق و تا میمد نیروها رو منتقل کنه چندین روز دست مردم، یعنی داره بزرگنمایی میکنه. بزرگنمایی میکنه اولا، ثانیا نیاز داره به ایجاد ارعاب. ارعاب یک وسیلش تبلیغاته، تبلیغات و پروپاگاند، که بله ما داریم نیروها و گردانهای زیادی رو ایجاد میکنیم، تهران اینور اونور، شهرستانها، کرمان. این خودش نشوندهنده وحشت رژیمه، این خودش نشوندهنده اینه که چقدر از جامعه و مردم میترسه و چقدر دچار ناتوانیه برای کنترل و مهار جامعه، که مجبور بیاد هر چقدر که میتونه این ارعاب رو درش بدمه، ارعاب رو بیشتر بکنه. کما اینکه همون اقداماتی که اشاره کردیم در مورد توی تهران، که در مورد گرداندن جوانان توی سطح شهر که شاهدش بودیم، بله، اخیراً، که صحنه‌های خیلی فجیع و ضد انسانی بود وجود آوردن، یک کاروان عظیمی درست کرده بودن که حتی محافظت کنن که تو همون لحظه یه وقت اتفاقی از طرف مردم نیفته، با وجود اینکه میدونه که نفرت و انزجار گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده، ولی مجبور بیاد این کارو بکنه برای اینکه در ارعاب بدمه، هر چی بیشتر ارعاب رو تو جامعه بیشتر بکنه. که اون صحنه‌ای بود که دیدیم که بزا ضرب و شتم و تحقیر جوانان، خب اینا همش نیازی. ما حتی در خبرها داشتیم که همین مجید میرحمدی که گفتم در اصفهان تو یک جلسه ای از سرکردگان ارتش و پاسداران اینا صحبت میکرد، گفت رسما که خامنه ای خودش خواسته که باید این اقدامات ریشه کن بشه، و اونجا که اون اسمشو میذاشت اراذل و اوباش. خب البته میدونید دیگه این اراذل و اوباش توی صحبتهای اخیرشون کاملا لو رفت که منظورشون چیه، چون حتی اومدن توی همین اصفهان، باز توی صحبتی که یکی از همین سرکردگان داشت با امام جمعه اصفهان، میگفتش که ما شنیدیم که به اصطلاح اخباری پیدا شده که اینها ارتباطاتی دارن با معاندین خارج کشور. خب چه ربطی وجود داره؟ ولی واقعیت این که این هم میاد، یعنی ببینید چگونه دو، در واقع به قول معروف به دو شکل استفاده میکنه از همین موضوع، از همین سرکوب برای ایجاد ارعاب. از یه طرف این جوانان رو میگیره تحت عنوان میاره با همون صحنه های فجیع ضد انسانی میچرخونه، از طرف دیگه در واقع خودش اون چه رو که اسمشو میذاره اراذل و اوباش سازمان میده و شکل میده و تقویت میکنه توی جامعه، برای اینکه از همونام برای ارعاب استفاده کنه. خب ما همین صحبت آخوند علم الهدا رو داشتیم، نماینده خامنه‌ای تو مشهد، همین دیروز یا پریروز بود که گفت ما همین به اصطلاح اشرار رو یا اراذل و اوباش رو آوردیم، اینا رو باشون کار فرهنگی کردیم و اینا رو سازمان دادیم برای جلوگیری از اقدامات اجتماعی که ممکنه به وجود بیاد. خب این مشخصا اگر من بخوام به شما گفتش که برای اینکه جلوی اغتشاشات رو بگیرند، ما اومدیم اینا رو سازمان دادیم
با کار فرهنگی آستان قدس رضوی هم وارد میدون شد و مجموعاً تونستیم از اینا برای جلوگیری از اختشاشات. یا قبل شخصی هایی که شما در ابتدای صحبت اشاره کردیم معلوم میشه که از کجا بخشی از اینا سیا. خیلی واضح ترش یه فاکت دیگه بود، نمونه دیگه یه پاسدار همدانی بود که در سوریه به درک واصل شد و اونجا در سوریه اقدامات رژیم رو پیش می برد. این یه بار گفته بود که 5000 نفر از کسانی رو که در آشوب ها بودن و تحت عنوان اشرار و اراذل، میگه اینا رو ما آوردیم سازمان دادیم، اینا رو عضو گردان کردیم، یعنی عضویشون کردیم. و این کسانی که با تیغ و قمه سر و کار دارند، عیناً اینجوری میگه دیگه، اینا رو آوردیم پای کار، یعنی استفاده کردیم در جهت خواسته های خودمون تا بتونیم جلوی تحرکات اجتماعی اینا رو بگیریم. پس رژیم درست مثل جریان اعتیاد، چجوری خودش اعتیاد دامن میزنه و دستگاه هایی داره برای حمل و نقل و نمیدونم خرید و فروش که بعد از همون استفاده کنه برای تأثیرات منفی روی جامعه، اینجا هم همین ها رو میاد سازمان میده برای اینکه هم به وسیله اونا ارعاب رو ایجاد کنه، هر چند مدت یک بار خود اینا رو بگیره، تعدادی رو بیاره با تحقیر و ضرب و شتم باز ارعاب رو بخواد بیشتر کنه. خیلی ممنون. علاوه بر موضوع همین اقدامات و فعالیت های رژیم برای تشدید جو رعب و وحشت در جامعه، برای کنترل اعتراضات و قیام های مردمی، ما در هفته گذشته شاهد گسترش هرچه بیشتر کرونا و بالا رفتن متاسفانه مرگ و میر هموطنانمون در اثر کرونا بودیم. اجازه بدید این موضوع بحث بعدیمون هست. قبل از اون یه گزارش کوتاه رو با هم دیگه ببینیم، بعد من سوالات رو حول این بحث رو خدمتتون معرفی می‌کنم. بله. در هفته گذشته رژیم اذعان کرد شیوع کرونا شتاب بیشتری گرفته و می‌رود که از مهار خارج شود. موتور کشدار کرونا هر روز پرسرعت‌تر از قبل. حداقل از 10 نفر یکیش فوت می‌کنه. از هر 2 نفری که پاش میرسه به آی‌سی‌یو یکیش فوت می‌کنه. از هر 10 نفری که لوله گذاری تنفسی به خاطر کرونا میشه 9 تاش فوت می‌کنه. اوضاع کرونایی تهران خطرناک‌تر از همیشه. بیمارستان‌ها پر شده و بیماران بدحال به سختی میتونن جایی برای بستری شدن پیدا کنن. در مهر ماه متاسفانه در سه روز متفاوت آمار مرگ و میرمون و آمار میزان مراجعین بستریمون از روزهای آغازین کرونا تا کنون متاسفانه رکورد شکسته شده. روحانی هم بار دیگر مردم را مقصر شیوع کرونا معرفی کرد و برای مردمی که ناگزیر از تامین معاش خود هستند خط و نشان کشید. تو این 6 ماه اول مسئله کرونا فشار زیادی به اقتصاد ما آورد، فشار زیادی به صادرات ما آورد، به واردات ما آورد. 6 ماه دوم انشاءالله شرایط ما بهتر میشه. حالا عرض میکنم که در صورتی که ما پروتکل ها رو خوب مراعات بکنیم. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تشدید نظارت بر فعالیت صنوف و برخورد با تخلفات کرونایی خبر داده. سردار رحیمی گفت با تخلفات و هر گونه اقدام برخلاف دستورالعمل ها و مقررات وضع شده برخورد میشه. ادعاهای روحانی در مقصر جلوه دادن مردم و در بردن دولت از پیامد تلفات کرونا در رسانه‌های حکومتی هم به چالش کشیده شد. سیاست روز از باند خامنه‌ای اذعان کرد در بسیاری از کشورهای درگیر با کرونا دولت علاوه بر تأمین نیازهای پزشکی و درمانی چتر حمایتی خود را گسترده تر کرده و یارانه هایی برای مزدبگیران و اخشار کم درآمد تعیین کرده. این در حالی است که دولت کشورمان نه تنها بودجه‌ای را که به وزارت بهداشت اختصاص داده به این وزارتخانه نمی‌دهد، بلکه همچنان چشم به کمک‌های مردمی و تأمین نیازهای اولیه مراکز درمانی به وسیله خود مردم را دارد. روزنامه آرمان همسو با باند روحانی هم به نقل از یک کارشناس باند مغلوب نوشت مسئولان و دولت در راستای تأمین جانی مردم در مقابل کرونا بی‌توجهی کردند که همین امر منجر به جان باختن تعداد کثیری از مردم شد.
در این میان به گزارش رسانه‌های همسو با روحانی، قالیباف برای خودنمایی تبلیغاتی به بخش کرونایی بیمارستان هزار تختخوابی تهران رفت. روحانی در واکنش به این اقدام جلسه سران سه‌قوه را به بهانه تهدید ابتلای قالیباف به کرونا لغو کرد. حدادیان مشاور سیاسی قالیباف در سایت حکومتی مشرق روحانی را در رأس جریان تحریف با اسم رمز پروتکل معرفی کرد. سایر رسانه‌های باند قالیباف روحانی را شیرین جان خواندند. از جمله کیهان خامنه‌ای به نقل از محسن دهنوی عضو مجلس آخوندی نوشت روحانی در بحبوحه مشکلات معیشتی و آمارهای ناامید کننده اقتصادی فقط دغدغه سلامتی خود را دارد. آیا این هم تقصیر واشنگتن است؟ روحانی در واکنش به این هجمه ابتدا پای خامنه‌ای را به میان کشید و گفت همه باید تابع دستورات ستاد ملی کرونا باشن. هیچ استثنایی نداریم. این تأکید رهبری معظم انقلابه. روحانی سپس نسبت به پیامدهای جنگ باندی هشدار داد و افزود سیاه نمایی رو تعطیل کنیم، تخریب دولت رو تعطیل کنیم. والا بلا هر چه اختلاف بیشتر بشه دشمن امیدوارتر میشه.